درک ناشدنیه، یه حس عجیبیه، فقط میشه توش باشی درکش کرد. حس عجیب اگر بخوام خودم رو در 41 سال قبل خودم رو تصور کنم تو اون لحظه، یه چیزیه که واسه مایی که توی 40 سال بعدش هستیم تقریبا تصورش خیلی سخته. زمانی که یک متجاوز وارد خاک کشور ما میشه سکوت نمی کنیم. مدارس رو تعطیل کردیم، داریم با امید میریم به سمت دانشگاه تهران. احتمالا با عکس امام مثلا میومدیم توی خیابونا. فضای خیلی سنگینی توی سطح شهر حاکمه، ولی یه شور و امید هست. امیدواریم که انقلاب پیروز بشه. دلگرم بودیم به آیه‌ای که میگفت یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. شما عزیزان برای کشور یک نعمته. این کشور به شما احتیاج داره به معنی واقعی کلمه. باید شما بسازید این کشور رو، شما باید پیش ببرید این کشور، شما بسازید این کشور رو، شما باید پیش ببرید این کشور. امروز به حمد الله نسل جوان کشور ما این خصوصیات رو دارن، سرشار از نیرو و توان و انگیزه و آماده برای هر کاری که احساس وظیفه کنن که باید این کار رو انجام داد. این چیزیه که انسان در غالب نسل جوان کشور مشاهده میکنه. خب این ذخیره بزرگیست. راه این مبارزه همونطور که آقا جانمون گفت علم، علم، علم و بعد دین. در کنارش بتونیم با علم و سوادمون و بعد با دینمون موفق باشیم. علم و سوادمون و بعد من همینجا تنبه بدهم این مطلبی رو که بارها و بارها تکرار کردم، سیاستی وجود دارد که این نعمت رو از ملت ایران سلب کنه. نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان. ما به حول قوه الهی، به کوری چشم اونایی که نمیتوانند ببینن، از همه مشکلات بیرون خواهیم رفت. اینجا مرکز مقاومت هست.